بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. در آغاز جا دارد از برگزار کنندگان محفل فاتحه به روحی پرفتوحی ملکوتی حضرت آیت الله محسنی اظهار امتنان و قدردانی نماییم و خصوصا از برادر دینی و برادر اخوتی ما که خیلی ها دوستشم داریم، شخصیتی قابل قدر جناب حاجی آقای جعفری که در این راستا زحمت کشیدن، تلاش کردن، خداوند برایشان اجر عظیم نصیب کرده. قسمی که سروران عزیز ما قبل از ما صحبت کردن، جناب عادلی سیف برادر گرانقدر ما و برادر اخوتی ما و همه دوستان از خاطره های یاد کردن، ولی من در یک جمله میگم که تمام زندگی مرحوم آیت الله محسنی خاطره و خاطره است، پر از خاطره است. از این میگذریم، حضرت آیت الله محسنی از جمله علمای نامدار و ستاره تابناک جهان اسلام بود. اندیشه و بینش عالی ایشان فراتر از قوم، مذهب، کشور بود که آیت الله محسنی فرزند فرزانه اسلام بود و اسلام عزیز با چنین فرزندان عزیزش میبالد و افتخار میکند. حدیثی را ما داریم در روایت اهل سنت و جماعت موجود است که نبی علیه السلام میفرمید الناس معادن کمعادن الذهب والفضه خیارهم فی الجاهلیتی و خیارهم فی الاسلام اذا فقر. انسان ها حیثیت معادن دارند. به همگان معلوم است که بعضی معادن حیثیت طلا را داره و بعضی ها هم حیثیت نقره را داره، ولی اینها با هم تفاوت می داشته باشند. همچنان انسان ها هم دارای چنین تفاوتی هست، ولی زمانی که پا به عرصه اسلام میگذارند، خوبترین و با ارزشترین اینها کسان است که در راستای دین فقاهت حاصل میکنند، علم میآموزند و دانش کمای میکنند که بدون شک آیت الله محسنی یکی از مصادیق این فرمایشی گرانبهای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدلی این که ایشان هم فقیه هم پژوهشگر. من اینطور میگم که هر لقبی را که ما در ارتباط با آیت الله محسنی ذکر بکنیم شاید کوتاه باشه، شاید کم باشه. اگر ما فقیه استفاده بکنیم، اگر پژوهشگر استفاده بکنیم، اگر اکادمیسیان استفاده بکنیم، اگر معلم افغانستان استفاده بکنیم، شاید این القابها نسبت به ایشان کمتر باشه. بنان در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید، من چون که آخوند هستم صحبت آخوندی میکنم، نبی علیه السلام میفرماید در مشکات کتاب العلم یک حدیث است و حدیث هم از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت است. می فرماید ان الله لا یحجز العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن یحجز العلم بحبس العلماء. خدا علم را، دانش را از انسان ها همونطور یک بار جمع نمی کنه، بلکه این علم و دانش را که در سینه و در قلوب علما و دانشمندان جای دارد از ایشان به واسطه فوت و موت ایشان میگیرد.
حتی اذا لم يبقى عالما، تا و سرحدی که عالمی باقی نمیماند، بلاخره سرنوشت این انسان ها و سرنوشت امت با کجا کشانده میشه؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، زمانی که علمای خوب، علمای متبحر، علمای فقیر، مراجع تحلیل، انسان های با ارزش از میان امت رخت میبندن و دار فانی را ودا میگن و به ابدیت میپیوندن، ناگزیر انسان ها به رهبری ضرورت دارن، به رهبری دینی که در باب مسائل دینی ایشان را رهبری بکنید، سرانجام مجبور میشه مردم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألو، مردم انسان های را به عنوان رهبر دینی انتخاب میکنن که انسان های جاهل و بی‌خردی هستند، انسان های نادان و کمبینش و کمندیشه. خب ناگزیر مردم بواسطه فراهم کردن قناعتشان درباره مسائل دینی از شانس پرسان بکنن، سوال بکنن، زمانی که سوال میکنن فسألو ففتو بغیر علم، بدون درک، بدون دانش، این رؤسای جهال فتوا میتن، فظلو از آن خودم گمراه و امت را هم گمراه بشن. بناهن این حدیث بیانگر این حقیقت است که در حقیقت رخت بستنی علمای درست و واقعی از میان امت از جمله امارات و علامات قیامت است که ما در این اواخر و شمول مرحوم آیت الله محسنی چنین علما و چنین فرزندان فرزانه و اصیل خود اسلام از دست می‌دهند. تفاضل الناس حتی العدا و الفضل ما شهدت به الاعداء، مردم فخر کردن حتی دشمنا، ولی فضیلت میگه این است که دشمن افتخار بکنن، و بدون شک امروز کسانی که نسبت به آیت الله محسنی در زمان حیاتشان سوی زن داشتن، اونها هم معترفن که آیت الله محسنی یکی از چهره های ناب و یکی از شخصیت های بی‌بدیل معاصر کشور است. مزتی تهور و ما اتینا بمثله ولقد اتا فعجزنا عن نظرائه، زمانه گذشته مثلش نخواهد آمد و اگر بیاید هم از بینش و اندیشه آن عاجز خواهد بود. افلت شموس الاولین و شمس شرقت علی الافق العلا لا تغرب، شمس دیگران افول کرد ولی شمس ما تا به قیام قیامت جاویدان و پایدار می باشد. بدون شک حضرت آیت الله محسنی با این دینش عالی که داشت، با این روحیه اخوتی که داشت، با این درک احیاگری که داشت، تا قیام قیامت در قلوب همه مسلمین جا دارد و نامشان به خط زرین نوشته می شود در بین همه مسلمان ها، و تا به قیام قیامت از ایشان به نیکی یاد خواهد کرد. چرا که این همه آثار گران ارز و گران بهای که از ایشان به جای مانده، این همه صحبت های صوتی و تصویری و این همه اندرد ها و نیازه و نصایح های که از ایشان به جای مانده، اینها تا ابد معاشره میزن و از خاطره و ذهن کسی اینها فراموش نمیشن. یک شاعر میگه اولایی که اصلاحی فجیع میگی مثلی ایدا جمعتنا یا جریر المجامع، این از بزرگان ما، این از اصلاح ما که ما با گرفتن نامشان لذت میبریم و ما با یاد کردن نامشان احساس خوشی و مسرت میکنیم، این اصلاح ما است که ما با افتخار ازشان یاد کرده میکنیم. یا شاعر میگه خلق الله الرجال للفروق و خلق رجال للخسعت و تریف، الله انسانهای را برای مبارزه، برای احیاگری، برای دعوت، برای وحدت مانند آیت الله محسنی پیدا میکنه که تمام عمر عزیز و گرانبهای خیش را در راستای احیاگری، دعوت اسلامی، جهاد و مجاهدت و اخوت صرف کرده و امروز این همه خوبی هایی را که ما لمس میکنیم،
و یک وحدت نظر میان شیعه و سنی را که ما میبینیم، این در حقیقت از جمله زحمت ها و تلاش های بی‌بدیل و خستگی ناپذیر مرحوم حضرت آیت الله محسنی میباشد. و در حدیثی هم است که ان الله یخلق رجالا فی رأس کل قوم لا یجد لأن یجدد دینه و ینفق احکامه. الله منان عادتشان این است که در رأس هر قرن یک مجددی را پیدا می سازد و پیدا می کند که این مجدد دین را کمیه ها و کاسه هایی که در باب دین آمده آنها را اصلاح می کند و احکام و مسائل دینی را تطبیق می کند و آنها را متقن می سازد و یتقن احکامه، که بدون شک یکی از مصادیق این حرف مرحوم آیت الله محسنی است. به باور همه ما و شما این است که در بسیاری از مسائل حضرت آیت الله محسنی از جمله مجددین هم یاد کرده می شود که ایشان در جمله مجددین هستند. بدون شک حضرت آیت الله از جمله مجددین هستند به واسطه اینکه اصطلاحات گسترده ای را در بخش فقه جعفری و اصول جعفری به وجود آورد. بنابراین حضرت آیت الله یکی از جمله القابی که برای ایشان باید تفویض شود، القاب مجددیت برای ایشان باید داده شود. مرحوم آیت الله از نادرترین شخصیت های معاصر بود که در پهلوی احیاگری و دعوت برای وصل و زدودن فصل میان مسلمین و ضد با همین اخوت اسلامی صادقانه رزمی و شبانه روزی تلاش نمود که نمونه بارز و مصداق واقعیش ایجاد شورای اخوت اسلامی، تأسیس شبکه تمدن برای رسیدن به هدف و وحدت امت اسلامی، فراهم ساختن حوزه علمیه خاتم النبیین، فراهم ساختن دانشگاه خاتم النبیین که پیروان همه مذاهب بدون تبعیض و تفکیک از فروضات دانش مستفید می شود. آیت الله محسنی مرحوم نور الله مرقده و جعل الجنة مثواه با ارزیابی دقیق و آسیب شناسی شگاف های با وجود آمده جهان اسلام را عمیقاً تشخیص نموده بود و از دسائس دشمن دقیقاً آگاه بود. برای رفع چالش ها و برگرداندن شکوه، هیبت، عزت و سلامت مسلمین از مسیر واقعیش که همانا ایجاد اعتماد، تفهیم برادری همه مسلمین، زیست با همه، احترام متقابل میان مذاهب اسلامی را به وجود آورد که این در این راستا ما مسلمانان عصر سنونی و عصر حاضر مرهون و مدیون تلاش ها و زحمات مستمر و خستگی ناپذیر مرحوم آیت الله محسنی می باشیم و تا آخرین رمق حیات لحظات گران ارج زندگیش برای وحدت امت اسلامی را به خرج داد و به اخوت و برادری مسلمانان و پیروان مذاهب اسلامی باور و ایمان داشت. ما مسلمانان به ویژه اهل علم و خانواده معارف قطع نظر از مسائل مذهبی، بلکه به عنوان فرزندان اسلام و خانواده معارف دوست از اندیشه و خرد این شخصیت کم نظیر پیروی کرده، برای همیش راه این فقید باید باشیم و شمع فروزان ایشان را تا ابد روشن نگاه بداریم. یک شاعر می فرماید که حیات الجهل موت قبل موت، حیات الجهل موت قبل موت و موت العلم حی لا تموت. حیات انسان جاهل پیش از مردن در حقیقت از جمله فانیان و از جمله مردگان به شمار می‌رود.
ولی موت عالم در حقیقت یک موت فیزیکی و حیات ابدی و روحی و روانی می باشد و موت العلم حی المعتبر عالمی مانند آیت الله محسنی و امثالهم اینها در قلوب انسانها همیشه زنده و جاودان می باشد. اندیشه بینش اخوتی و وحدت معابی ایشان تا ابد زنده است، وفات شدنی نیست و هزاران مقاله و هزاران صحبت های صوتی و تصویری و آثار گران ارز و گران بهای ایشان تا قیام قیامت زنده و جاویدان خواهد ماند. در آخر حرف خود را با یک شعر خاتمه میتونم و از حضور عزیز شما مرخص میشم که شاعر میفرماید: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، سبت است و در جریده عالم دوام ما. از حضور همه شما جهانی سپاس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.